پیشخیمان خامنه ای امروز سه‌شنبه 9 زندانی را اعدام کردند. بر اساس گزارشات دریافتی، دشخیمان رژیم 3 زندانی را در قزوین، 2 زندانی را در زنجان و 4 زندانی را در کرمان به دار آویختند. این اعدام‌های جنایتکارانه در وحشت از خیزش و قیام مردم به جان آمده و به منظور مرعوب کردن جامعه صورت می‌گیرد. دور جدید مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای رژیم آخوندی امروز سه‌شنبه 18 فوریه 29 بهمن ماه در وین پایتخت اتریش بین رژیم آخوندی و کشورهای 5 به علاوه 1 آغاز شد. این دور از گفتگوها مرحله اول از فاز نهایی مذاکرات است. یک مقام آمریکایی در آستانه دور جدید این گفتگوها نسبت به موفقیت این مذاکرات ابراز تردید کرد. به اظهار داشت که مذاکرات رژیم و گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای رژیم ایران طولانی و دشوار خواهد بود و موفقیت آن حتمی نیست. در همین حال به گزارش رویتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز پنجشنبه 20 فوریه برابر با اول اسفند درباره نتیجه نظارت ماه اخیر خود بر فعالیت‌های هسته‌ای رژیم گزارش دهد. از طرف دیگر سخنگوی وزارت خارجه آخوندها این مذاکرات را دارای مسیری طولانی و دشوار توصیف کرد. وی تصریح کرد چارچوب مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 صرفاً هسته‌ای بوده و مباحث نظامی ربطی به مذاکرات هسته‌ای ندارد. موضوع آزمایش احتمالی رژیم ایران بر روی چاشنی‌های انفجاری یکی از مسائل بحث‌انگیز در پرونده هسته‌ای است. در هفته‌های گذشته برخی مقام‌های آمریکایی با استناد به قطعنامه‌های سازمان ملل علیه رژیم ایران گشودن بحث برنامه موشکی را نیز در مذاکرات محتمل دانستند. در قطعنامه‌های سازمان ملل درباره اهداف برنامه موشکی رژیم ایران نیز ابراز نگرانی شده است، چرا که دولت اوباما تاکنون توانسته قانونگذاران این کشور را از تصویب تحریم‌های تازه علیه رژیم باز دارد. اما در صورت شکست مذاکرات که به معنای بن‌بست دیپلماسی خواهد بود، گزینه استفاده از نیروی نظامی به صورت جدی پیش کشیده خواهد شد. در ادامه جنگ گرگ ها در درون رژیم آخوندی، وزیر خارجه دولت آخوند روحانی باند رقیب را مورد حملات شدیدی قرار داد و گفت برخی دوستان سر و صدا می کنند که ظریف مردم را محرم نمی داند. آیا آنها قصد دارند سیستم طبقه بندی را حذف کنند؟ آیا می خواهند مهرهایی که با عنوان سری، محرمانه و بسیار محرمانه بر روی اسناد دولتی زده می شود نادیده بگیرند؟ وزیر خارجه آخوند روحانی باند رقیب را تهدید کرد و افسود چرا عوام فریبی می کنند؟ چرا به مردم دروغ می گویند؟ چرا حرفهایی می زنند که خودشان هم می دانند جرم است و قابل پیگیری؟ بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس آخوندی، پاسدار جوانی مشاور ولی فقیه در سپاه و همچنین پاسدار رضایی به تیم مذاکره کننده رژیم هشدار دادند از ورود به مسائلی مانند موشک‌های بالستیک خودداری کنند و این مقولات را مرز سرخ رژیم اعلام کردند. این در حالی است که کشورهای 5 به علاوه 1 و خصوصاً آمریکا اعلام کردند یکی از موضوعات مورد بحث فعالیت‌های موشکی رژیم آخوندی است. پاسدار شمخانی که عنوان نماینده ولی فقیه ارتجا و دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم را یدک می‌کشد، گفت که جمهوری اسلامی در تداوم مذاکرات ژنو و پس از عبور از مرحله اول مصمم به ادامه مسیری است که انتهای آن تحقق بی قید و شرط خواسته‌های نظام است. ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. بیش از یک ماه مانده به مراسم چهارشنبه سوری، پاسدار رادان، جانشین سرکرده نیروی انتظامی، با ابراز وحشت از اعتراضات ضد حکومتی در چهارشنبه سوری گفت تصمیم داریم مردم این شب را در محلات خود بگذرانند و باعث بسته شدن میادین و بزرگراه ها نشوند.
با هماهنگی‌های صورت گرفته با دادستان کل، اگر افراد به معابر اصلی ورود پیدا نمایند و باعث ایجاد ناهنجاری شوند، خودروهای آنان توقیف شده و افراد تا پایان تعطیلات نوروزی میهمان پلیس خواهند بود. در بحبوحه جنگ گرگ‌ها بر سر توافق اتمی ژنو و فضیحت سبد کالا، یک رسانه حکومتی از تشدید سانسور توسط دولت روحانی خبر داد. این رسانه حکومتی نوشت دولت شیخ حسن روحانی برای خروج از بحران به وجود آمده در خصوص انتقادات مربوط به سبد کالا، انتقادات بیشمار روزانه حقوقدانان و اهل فن به قرارداد ژنو و همچنین جو به وجود آمده در کشور برای آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها تصمیم گرفته است حواس مردم را به موضوع بی اهمیت اما پرطرفدار فیلترینگ جلب نماید. رژیم آخوندی قصد دارد قیمت بنزین را از این هفته افزایش دهد. رئیس انجمن جایگاهداران سوخت گفته است از پمپ بنزین ها خواسته شده است از روز پنجشنبه اول اسفند آماده ی افزایش قیمت باشند. وی گفته است قرار است قیمت بنزین سهمیه‌ای 700 تومان و بنزین آزاد 1050 تومان شود که 40 تا 50% بیشتر از قیمت های فعلی است. وزارت نفت رژیم افزایش قیمت بنزین را در این هفته تکذیب کرد و مدعی شده بود هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است. رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ضمن ارائه آمار وحشتناکی از میزان بیماران سوختگی در کشور و عدم درمان آنها توسط رژیم گفت هر از گاهی حادثه‌ای در کشور رخ می‌دهد که تبدیل به بحران می‌شود. متأسفانه درمان ناقص است و اکثر کسانی که با سوانح سوختگی مواجه می شوند یا می میرند و یا آنهایی که زنده می مانند معلول جسمی می شوند که آنها را در اجتماع رها می کنیم. سالانه 150,000 نفر می سوزند که از این تعداد 3,000 نفر جان خود را از دست داده و تعداد زیادی نیز معلول می شوند. وی به یکی از عوامل ایجاد و گسترش سوختگی اشاره کرد و گفت در حال حاضر 150,000 مدرسه غیر استاندارد از نظر سیستم گرمایشی وجود دارد. بر اثر سقوط یک اتوبوس با 32 مسافر به دره در جاده حراز، متاسفانه 15 تن از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز مجروح شدند. این حادثه دلخراش ساعت حدود 5 بامداد امروز به وقوع پیوست. بنابر آمارهای رسمی به دلیل وضعیت وخیم جاده‌ها در ایران و بیکفایتی رژیم آخوندی، ایران از میان 190 کشور جهان رتبه 189 را در تصادفات جاده‌ای دارد.